با سلام مجدد و این برنامه خوش آمدید و طبق معمول همکارانمان تلاش میکنند تا در این برنامه از آخرین جزئیات گردش ویروس کرونا در جهان اطلاعات با شما شریک بسازند و آنچنانه که شبهای گذشته هم در فهرست امریکا در صدر جدول بود، امشب هم با داشتن 1,593,297 مبتلا در صدر است و تا کنون در امریکا 94,948 تن جانشان را از دست دادند. روسیه هم وضعیت روبه و خامت است و شمار مبتلایان در این کشور به 317,554 تن رسیده و تعداد جانباختگان هم به 3,099 تن. برزیل هم آمار مبتلایان روبه صعود است، به 293,357 تن رسیده و تعداد جانباختگان به 18,894 تن. اسپانیا پس از برزیل با داشتن 279,524 تن قرار دارد و تعداد جانباختگان در این کشور اروپایی به 27,888 تن رسیده. بریتانیا هم شمار مبتلایان به 248,293 تن رسید و تعداد جانباختگان هم به 35,704 تن. ایتالیا هم تعداد مبتلایان به 227,364 تن رسیده و تعداد جانباختگان هم به 32,330 تن. فرانسه شمار مبتلایان به 181,575 تن رسیده و تعداد جانباختگان به 28,132 نفر. آلمان هم شمار مبتلایانش با توجه به هفته های قبل سیر تندی نداره، اما تعداد مبتلایان در این کشور به 178,531 نفر رسیده و تعداد جانباختگان هم به 8,270 تن. ترکیه شمار مبتلایان رو به افزایش است که 152,587 تن تا کنون در این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند که تعداد جانباختگان به 4,222 تن رسیده. ایران هم شمار مبتلایان رو به افزایش است که به 129,341 تن رسید افراد آلوده در این کشور و تعداد جانباختگان هم به 7,249 تن. هند هم شمار مبتلایان با توجه به شب گذشته 7,000 افزایش نشان می دهد که 112,442 تن در هند به ویروس کرونا آلوده شدند که نتایجشان مثبت بود و تعداد جانباختگان در این کشور به 3,438 تن رسیده. و در پایان هم افغانستان تعداد جانباختگان به 193 تن رسیده و تعداد مبتلایان به 8,676 تن. اما آنچنانه که مقام های صحی و اداره محلی کابل اعلام کرده، وضعیت به گونه است که باید همه نگران باشیم، اما اقدام دو جانبه نیاز است، هم از سوی حکومت و هم از سوی شهروندان. و بحثی که حالا ایام عید است، ای باید برش پرداخته شود که واقعا نیاز است که قرنطین 100% باشد، چنانچه طرح سوی کابینه هم پاس شده، و یا نه اگر شهروندان واقعا پافشاری دارند به خاطر به جا آوردن رسم و عناناتشان، آیا واقعا اطمینان دارند از اینکه وضعیت کنترل شده است و آیا آسیب برای دیگران نمیرسه؟ این خودش یک پرسش کلان است. اما در 24 ساعت گذشته در افغانستان 531 مورد مثبت به ثبت رسیده که کابل با داشتن 274 مورد باز هم در صدر است، که در 24 ساعت گذشته بیش از 1,000 نمونه مشکوک بررسی شده که بیش از 50% مثبت اعلام شده. با توجه به گزارش ها دیده میشه که اگر بحث آزمایش گسترده شود، ممکن است که شمار مبتلایان فراتر از این بره و ارقام ما با کشورهای که حالا وضعیتشان بحرانی است همخوانی پیدا بکنه. اما واقعا چرا مردم به نکات بهداشتی توجه نمی کنند و عدم اعتماد به آنچه که حکومت حداقل برای مردم میگه و تابع نبودن شهروندان بیانگر چیست؟ و کار مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان از لحاظ مالی، از لحاظ سیاسی چقدر شفاف و بی‌طرف و یک دست است؟ این موارد بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمان گرامی من، جناب دکتر نظام الدین جلیل، رئیس صحت عامه ولایت بلخ، پس از نشر گزارش.
تازه ترین آمار از مبتلایان به ویروس کرونا نشان میداد که از میان 1007 نمونه مشکوک 531 رویداد تازه، که از این میان 274 موردان در کابل، 69 مورد در هرات، 55 مورد در بلخ، 35 مورد در ننگرهار، 26 مورد در وردک، 15 مورد در سرپل، 14 مورد در پروان، 12 مورد در پکتیکا، 12 مورد در خوست، 7 مورد در پکتیا، 5 مورد در لغمان، 3 مورد در فاریاب، 2 مورد در جوزجان، 2 مورد در فرا و 1 مورد هم در بادغیس می باشد. به این ترتیب شمار کل واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 8676 مورد افزایش یافت. شفاخانه که قبلا مریض کم داشت، حالا دیگه جای مریض نداریم و مجبور هستیم که به سریع‌ترین فرصت شفاخانه جدید ایجاد کنیم و متاسفانه مرگ و میر تعدادش به مراتب افزایش یافته. در پهلویش اتاقای آی سی یو و اتاقای ایجدوی ما معمولا پر از مریض هست. وزارت صحت عامه میگوید که 6 مورد تازه فوتی وجود دارد که شمار کل فوت شدگان 193 مورد و بهبود یافتگان نیز به 938 تن میرسد. وزارت صحت عامه هشدار میدهد که بیمارستان ها پر شده و نگرانی از مرگ گروهی وجود دارد. به احترامی مردم به خاطر مسئولیت خود و دیگرا ادامه پیدا کنم، مطمئن باشین که اون فاجعه ای که ما انتظارش داشتیم و نگرانیش داشتیم که در جاده ها شاید جنازه ها خواهد بودیم، به زودی منتظر این فاجعه باید باشیم. در همین حال وزارت اطلاعات فرهنگ مسئولیت دادن آگاهی آمد در این مورد را دارد، از شفاف نبودن کمک ها سخن میگوید. هیچ پروسه ای بدون چالش نیست، اما ما به عنوان مسئولی این برنامه که به تازگی در خدمت شهروندان افغانستان قرار دارم، پروسه امداد بر نیازمندها را زیاد شفاف نمیدانم. وزارت صحت تاکید به برقراری مجدد وضع محدودیت در کشور به ویژه شهر کابل دارد. دوباره خوش آمدید و بیشتر میپرسیم از چالش های اساسی در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا، نگرانی ها، به اعتمادی ها و همچنان برنامه های حکومت و آنچه که برمیگرده به مسئولیت شهروندان که واقعا چه باید کنند و آیا حکومت در مسیر درست قرار دارد و تناقض در صحبت های مقام های امنیتی و صحی واقعا بیانگر چیست. آقای جلیل سلام به شما، ممنونم که فرصت گذاشتین. در ابتدا از وضعیت بلخ برای بیننده ها اگر شرح بتین. گفته شد که مدت 10 روز میشه که قرنطین و یا محدودیت برگشت و گذار برداشته شده، وضعیت چگونه است؟ تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا نیوز و تشکر خاص داریم از رسانه‌های محترم، از جمله رسانه شما که در این پیکار همیشه با سکتور صحت هستین. خب در طی 24 ساعت گذشته 55 واقع مثبت جدید ما داشتیم در ولایت بلخ و در این رقم هم ارقام ولایت بلخ از مرز 650 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد شفایاب شدگان هم به 26 نفر افزایش پیدا کرد. خوشبختانه این خبر خوش است و تیم ما و همکارای ما تلاش دارن با استفاده از کمیته ردیابی که در تیم‌های مختلف است، انشاءالله ما در روزهای آینده و هفته‌های آینده شاهد بیشتر واقعات شفایاب شدگان خواهد بودیم. اما یک نکته را فراموش نکنیم که واقعات فوتی ما از مرز 20 بالا رفته و این نشان می‌دهد که ویروس همچنان به شدت در حال افزایش است. جناب جلیل، با توجه به نگرانی شما ولی برداشته شدن محدودیت و از سوی هم والی بلخ گفتند که محدودیت دوباره پا بر جا خواهد بود، همین تناقض واقعا چرا وجود داره؟ آیا مشکل در سطح رهبری به خاطر مبارزه با ویروس کرونا وجود دارد؟ چون دیده میشه که شهروندان هم به یک نحو بی‌باور میشن اگر مقایسه کنند، در صورتی که ما آمار ما روز افزون بلند میره و یا میریم به طرف 10,000 ولی محدودیتی که روزهای اول بود اما آمار پایین بود او وجود ندارد. چرا همین تناقض وجود دارد؟ ما چون از این جریان 3 هفته که کار را شروع کردیم در صحت بلخ، خوشبختانه یک تشریک مساعی، یک همکاری نزدیک در سطح ولایت بلخ بین سکتورا وجود داره که خودش نشان میده که یک تعهد به خاطر مبارزه با این پدیده مهلک جهانی اینجا است.
در رأس کمیته عالی مبارزه با کرونا شخص والی صاحب قرار دارم و تمام سکتورها از جمله سکتورهای امنیتی در این بخش با ما همکار هستی. مشاهدات ما بوده که در جریان 3 هفته، اما برداشتن یک سلام محدودیت ها در جریان 10 روز گذشته ای با در نظر داشت اما مشکلات عینی که در شهر مزار شریف بود، ای هم باز اظهار نمودن از یک هموطن ما شکایت زیاد داشتن در قسمت مارکی، در قسمت دسترسی به مواد غذایی، و از این خاطر بود که در کمیته تصمیم به این گرفته شد که تنها نمو مارکت هایی که مواد غذایی است و موساعات که زیادتر نیازمندی مردم ما را باید تکافو بکنه، همین محدودیت ها برداشته شد. اما سایر محدودیت هایی که در قرنطین بود ای انوز هم پا برجاست. اوتلا بسته هستند، اوتلای بزرگ روسی بسته هستند، اوزای اوبازی، ساعات عمومی که هم زیاد بود، اونا هم در حالت مثل گذشته همچنان بسته هستند. اما یک چیزی که زیاد آزاردهنده است هویی است که قرنطین مشخص است، دولت تعهدش هست و در مجموع یک ابتکار عمل، یک تشریک مساعی در سطوح مختلف موجود است، اما چیزی که ما را زیاد آزار میده او همون مسئولیت شهروندی است. ما باید هر شهروند با خودش یک سفیر صحت باشه و در قسمت امی تدابیری که گفته میشه از طرف وزارت صحت، سکتور صحت در سطح ولایت، اینی تدابیر باید از طرف هر هموطن ما به صورت درست. انفرادی این باید مراد شود. در رابطه با آزمایش آقای جلیل، چه تعداد تا کنون در بلخ آزمایش کردین و فکر نمی کنین که واقعا روند آزمایش شهروندان بسیار کند است و دلیلش شما در چی می دانین؟ و بر اساس گزارش کالا منتشر شد در 24 ساعت گذشته بیش از 1000 نمونه مشکوک آزمایش شده که بیش از 500 مورد از اون مثبت بوده. امی وضعیت، امی آمار ابتدایی بیانگر چی است؟ خب اگر ما یک مقایسه داشته باشیم نسبت به ماهای گذشته و هفته های گذشته، نه تنها در بلخ، حتی در سطح کل در افغانستان، ظرفیت تست و یا آزمایش های لابراتواری ما هم در سطح لابراتوری مرکزی کابل، هم در سطح حوزه ها افزایش پیدا کرده. یک نمونه کوچک از این میشه در بلخ باشه که ما تا 2 هفته قبل ظرفیت پایین بود، مثلا تا 40 و 50 آزمایش در 24 ساعت انجام میشد. خوشبختانه ظرفیت لابراتوار رفرنس حوزوی بلخ آل به 120 افزایش پیدا کرده، یعنی همکارای ما در 4 شیفت کاری در 24 ساعت کار میکنن و این افزایش خودش نشان میده که تلاش ها همچنان ادامه داره و قرار است که یک ماشین پی سی آر دوم هم فعال شود که با فعال شدن از او ظرفیت لابراتوار حوزه رفرنس بلخ به 2 چند، یعنی تا 240 نمونه افزایش پیدا کرد. و یک نکته ای که این لابراتوار حوزه ما نه تنها از شهر مزار شریف و ولسوالی های مربوطش، از سایر ولایت شمال هم نمونه ها یا سمپل به اینجا میاید و تلاش جریان داره که بتانیم ظرفیت تست یا آزمایش دیگر هم افزایش بدیم. در رابطه با بحث اید، فکر میکنین که مردم بلخ آنچه که نیاز است با شما نزدیک شدن، با شما به یک نحوه به مدساتیر سیهی عمل میکنن و یا مشکل و چالش به قدری است که ممکن در روزهای اید گشت و گذار به گونه عادی و بدون در نظر داشت تهدید کرونا ادامه پیدا بکنه؟ و خواست شما چی است و برنامه مشخصتان چه خواهد بود؟ ما امروز هم یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مقر ولایت بلخ داشتیم که در او رئیس های محترم شورای ولایتی، شهردار بلخ، رئیس های محترم حج اوقاف اینجا بودن. یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک داشتیم. رئیس های به حج اوقاف از بود اسلام و از بود شریعت اسلامی و از بود از این که هموطنان ما باید کدام نکات مد نظر داشته باشن در روزهای اید و در نماز اید کدام شرایط باید اینا جدا مد نظر بگیرن، او مسائل یادآوری کردن. شهردار محترم بلخ هم در چارچوکات همکاری و همکاری مشترک با صحت آمد دارن، مسائل خاصی را اونا
و در مجموع شورای ولایتی هم همون نکته نظریات سفارشات خود داشتن و در کل توافق نظر همی بود که در روزهای عید هموطنان عزیز ما در خانه باشن، از گشت و گذار جلوگیری بکنن، فقط میتونن پیام عید عیدی را از طریق صفحات اجتماعی و از طریق تلفن‌های همراه خود تبادله بکنن، از رفت آمد به خانه های خیش قوم خود آبا ورزن، که ما در یک وضعیت بسیار اساس قرار داریم. یکی از شرایط همی است که زمان میگیم از دست دادن، حوال پرسی، از اینی مسائل جلوگیری شوه. این خودش یه نمیده میتونه که امی مسافحه، امی اول پرسی باز دوباره زمینه را مساعد بکنه که درست. واقعات متاسفانه بیشتر شوه. از اون خاطر ما از هموطنان خواستیم که یه نمی نکات در روزهای جدا مد نظر داشته باشن. بلخ هم یک پیام ویدیویی داشتن که تدابیر جدی در روزهای عید همچنان در شهر مزار شریف روی دست گرفته خواهد شد. جناب جلیل، چون فرصت ما کم است، در اخیر میخوام یک جنبندی داشته باشین که چقدر بستر فعال داریم در بلخ و شما وضعیت تا 10 روز آینده چگونه پیش بینی میکنین و آیا بحث محدودیت برگشت و گذار پس از روزهای عید در بلخ جدی خواهد شد و یا امیگونه که پیش میریم در کنار از اینکه نگران هستیم همه چیز خوب است؟ چون آقای فیروز میگه که تا ماه آگوست ممکن وضعیت ما بسیار بحرانی شود، ولی قرنطین، محدودیت، برنامه هایی که نیاز است عملی نمیشه. امی دو مسیر چطور با هم بتانیم وفق بتانیم و ایره با هم یک جا بسازیم تا نتیجه مطلوب بگیریم واقعا؟ به خاطر بدست آوردن یک نتیجه مطلوب، شرایط وزارت صحت آمد، تدابیر وزارت صحت آمد در قبال مبارزه با مرض ویروسی کرونا یا کووید-19 ای واضح هست. ما همچنان بنمو پیام های خود تأکید داریم تا زمانی که مردم ما این پیام ها را جدی نگیرند. ما همچنان هر روز شاهد افزایش ارقام متاسفانه خود بودیم و یگانه راهی که ما را میتونه که ما از پیشرفت و شیوع بیشتر از این مرض جلوگیری بکنیم امو است که ادامه پیام ها و تدابیر که وزارت صحت عامه هر روز اعلان میکنه و از طریق رسانه های محترم هر روز اعلان میشه، هموطنان ما این را جدی مد نظر بگیرن. ولایت فعلا شفاخانه 200 بستر کووید-19 عملا فعال است، خدمات در بخش موج مراجعین هم در بخش بستر داریم، هم در واقعات مثبت، هم مشکوک، هم مراقبت های جدی. یک مرکز دیگه هم در شهر مزار شریف داریم که مرکز خدمات سراپا است که مردم اینجا مراجعه میکنن، اون اگر نیاز به تست یا سمپل میباشه اینجا سمپل یا تستشان گرفته میشه و در صورت نیاز خدمات امبولانس است، اینا انتقال دادن میشن به شفاخانه کووید-19. خدمات ما در شفاخانه ادامه داره، نرمال جریان داره، آمادگی ها گرفته شده، تیمای ردیابی ما همچنان فعال هستند که واقعات مثبت در خانه ها چطور تعقیب کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نظام الدین جلیل، رئیس ساعت عامه بلخ، که فرصت گذاشتین. تشکر، سلامت باشین. و سپاس از شما بیننده های گرامی هم که تا این دم بیننده بحث بودید. تا لحظات بعد با تقدیم برنامه بعدی در خدمت خواهیم بود.